سلام، همه دوستای خوبم در مرکز آموزشی آترین. من علی رجبی هستم. سوالی شده بود توی بخش کمک رسانی که ما چطور میتونیم یک تصویر سالم رو خراب بکنیم یا به حالت قدیمی برگردونیم. روش‌های متفاوتی وجود داره، شاید در 2 یا 3 آموزش بتونم در حقیقت این رو به شما بگم، چون تکنیک‌های مختلفی هست. بعد اینکه ما چی می‌خوایم برای اینکه این کارو تبدیل بکنیم، یعنی این تصویر رو تبدیل بکنیم به اون حالت قدیمی، به هر حال بستگی داره که سلیقه ما هم به چه صورت است. اما چیزی که من میخوام به شما توصیه بکنم اینه که شما حتما برای انجام یک همچین کاری نیاز دارید به یک آرشیوی از تکسچرهای خوب، آرشیوی از در حقیقت بافتایی که دارین تا بتونین از اونها به شکلهای خلاقانه استفاده بکنید. چیکار میکنم؟ من اینجا حالا از تو آرشیو خودم فکر میکنم این در حقیقت کاغذ رو انتخاب کردم و این تکسچر رو انتخاب کردم برای اینکه بتونم کارم رو پیش ببرم. کار اولی که مهم شما بکنید که اگر بافت شما یا متریال شما، در واقع جنسیت شما، معلوم اون ماده‌ای که دارید استفاده می‌کنید، اون جنسی که دارید استفاده می‌کنید رنگی هست، اون رو در واقع دیسچوریت کنید. میارم روی تصویر اصلی خودم، سوژه‌ام رو کلیک می‌کنم و درگ می‌کنم و میارم روی عکس خودم که اینجا داشته باشم. کنترل T ترانسفورم، میتونم که کمی هم بزرگترش بکنم برای اینکه به اون چیزی که خودم دلم می‌خواد برسم، یا جایی رو که مد نظرم هست قرار میدم و حالا قاعدتا میتونم اینو جابجا کنم. ضمن اینکه تصویر اصلی خودم رو اگر رنگی هست سعی میکنم که یک تهمایه خیلی ساده ای بهش بدم، کنترل U و کالرایزش میکنم با استفاده از فرمان هیو اند سچوریشن تا به یک همچین دقیق تهمایه رنگی برسه. اوکی میکنم، میام روی لایه بالا یا دقیق جنسیتی که اینجا دارم و میخوام استفاده بکنم، شیفت کنترل U اونو دیسچوریت میکنم تا غلظت رنگیش ازش گرفته شه. اما مسئله که اینجا های زمیت اینه که من این قسمت هایی که به عنوان بافت یا به عنوان در حقیقت جنسیت من هست رو نیاز دارم. چطوری میتونم اینها رو بولد کنم، یعنی از تصویر بیرون بزنم؟ میام توی منوی levels image adjustment levels اینجا. خب درسته من با این اسلایدر ها میتونم بازی بکنم، اما یه روش جالبی که اینجا میتونه من کمک بکنه که از اسلایدر یا دقیقا از قطع چکان مشکی استفاده بکنم، چون که اگر من تو قسمت‌های خاکستری کلیک بکنم اونها رو به عنوان تیره‌ترین قسمت به تصویر یا دقیقاً به لِوِلز معرفی می‌کنم و بعد لِوِلز بقیه رو برای من تیره می‌کنه و به نوعی به صورت تصادفی یا رندوم این بافت‌ها به این شکل خودشون نشون میدن. ضمن که خط من هم برای اینکه بیفته توی عکس خیلی خوب خودشون نشون میده و فکر می‌کنم با اینجا مناسب باشه. حالا بخوام می‌تونم روشن‌تر تیره‌تر بکنم با استفاده از اسلایدر خاکستری. اوکی می‌کنم و کافیه که بلندینگ مودل تصویرم رو از نورمال به سکرین تغییر بدم تا به این شکل این قسمت های مشکی حذف بشه و خیلی خیلی ساده این خطوط مثل کاغذی که تا خورده الان روی تصویر من قرار گرفته یا قرار بگیره. حالا میتونم کنترل T ترانسفورمش کنم، فلیپ ورتیکال قینه عمودی کنم، جا به جاش کنم، یا نه برگردونم به همون حالت قبلی که مد نظرم هست و کمی اون رو بزرگتر یا فرض کنین که کوچیکتر بکنم، جاش رو جابجا بکنم و بذارم رو اون منطقه که دلم خود. به حال عکسی هم که دارید کار میکنید مهمه که به چه صورت دارید این کار انجام بدید. اما بعد اینکه این کار انجام دادم، برای اینکه کارم تکمیل بکنم و در واقع طبیعی تر داشته باشم اون رو، به یک بافت دیگه نیاز دارم که اینجا میتونم استفاده بکنم. بافتای مختلفی هست، اون رو هم میتونم موو کنم اینجا و باز از Shift Control U استفاده کنم برای اینکه دیسچوریت بشه. اما برای اینکه بتونم تصویرم رو تیره تر بکنم، بلندینگ مودش رو از نورمال به مالتیپلای تغییر میدم. مسئله که اینجا های اهمیته، شما زمانی که این کار انجام میدید شاید تصویرتون خیلی خیلی تیره تر بشه یا در حال تیره بشه و اصلا از بین بره و با اون جوابی که میخوای نرسید. اما مسئله که های اهمیته اینه که من میتونم این لایه رو اینورت کنم یا در حال معکوس کنم با کیلد کنترل آی تا دقیقاً یک جواب برعکس داشته باشم و بعد اپاسیتیش رو کم کنم به عدد فرض کنید 40 برای اینکه این رگه های دقیق متفاوت رو هم من روی تصویرم داشته باشم. این با استفاده از 2 لایه خیلی خیلی ساده میتونم به قالبی مثل این برسم. حالا چیزی که جالبه اینه که در روی لایه 1 برای اینکه کمی تهمایه ایجاد بکنم روی این خطایی که در واقع اینجا شاید به عنوان کاغذ استفاده کردم، کنترل U رو میزنم تا هیو اند سچوریشن فعال بشه، بعد کالرایز رو میزنم و بعد میارم روی رنگ زرد و بعد میتونم با غلظتش بازی بکنم یا کمتر یا زیادتر برای اینکه بتونم این تهمایه های رنگی زرد رو تصویرم روی این قسمت داشته باشم و روی این خط
به نوعی به وجود بیارم. حالا به حال سلیقه شما میتونه اینجا دخیل باشه که این کارو بخواید بکنید یا نکنید، به حال اینا سلیقه است. برای اینکه یه مقدار کلاسیکش بکنم، Alt Shift Control E دقیقا لایم رو مرج میکنم و اینجا میام در منوی فیلتر، میام در قسمت لنز کارکشن، برای اینکه به حال به یه تصویر کلاسیکی برسم کمی هم حالا فکر میکنم احتمالا لنز کارکشن طول میکشه تا باز بشه. میام در قسمت کاستم، اینجا وینیتینگ رو دقیقا افزایش میدم یا وینیت میدم به تصویرم، زمینی که میت پوینت رو میتونم بیشتر کنم یا کمتر کنم و اوکی میکنم و در نهایت به اون تصویری که مد نظرم بود میرسم. میام در منوی ویندو در قسمت هیستوری یک اسنپ شات میگیرم مثل این و قبل و تصویر قبل من خیلی بزرگه و بعد دقیقا من سایزش رو کوچیک کردم میتونم که ازش استفاده بکنم. همونطور که اول درسم گفتم روش‌های متعدد و متفاوتی هست برای خلق تصاویر برعکس. اصطلاحاً بهش میگن reverse restoration یا بازیافت برعکس یا در حقیقت اصلاح برعکس، که به هر حال شما میتونید از روش‌های مختلف استفاده کنید. این روش بود. سعی می‌کنم چند روش دیگه هم براتون بذارم تو تصاویر مختلف که در حقیقت جوابگوی کار شما باشه.